سلام و درود خدمت همه شما بیننده‌های عزیز، بیننده‌های خوب شبکه 103 امپارس. روزتون بخیر باشه، امیدوارم که شاد و سلامت باشیم. با یک برنامه زنده از شبکه 103 امپارس در خدمت خانه‌های شما هستیم با یک موضوع جالب دیگه. درود بر بینندگان برنامه سیگنال، دوست برنامه سیگنال. امروز هم مهمون خونه‌های شما هستیم با یک برنامه جدید و جذاب دیگه. بله، خیلی ممنون همین جان بابت. خیلی خوشحالیم که این هفته هم شما همراه ما هستید. مرسی لطفا. ما موضوع که امروز می‌خوام در موردش صحبت کنیم، وقت و غنیمت بشماریم و سریع‌تر بریم در مورد موضوع صحبت کنیم که بتونیم به تمام آیتم‌های برنامه هم برسیم. موضوعی که امروز می‌خوام صحبت کنیم سبک والدین در فرزندپروری هستش، که حالا میشه گفتش که در واقع نوع والد و کودک رو مد نظر قرار میده. یه نکته مهم و جالبی که درباره والدگری این هستش که والدین با سبکای فرزندپروری مخصوص به خودشون میتونن تغییرات زیادی رو در فرزندانشون ایجاد کنن. البته همه ما میدونیم که هر والدی با فرزند خودش رابطه منحصر به فردی رو داره، اما ما میتونیم با مطالعه و کسب آگاهی بیشتر سبک فرزندپروری خودمون رو شناسایی کرده و اگر که حالا درست هستش که همون رو ادامه بدیم، بعد اگر نادرست هستش در اصلاح اون برای تربیت فرزندانی شاد، مسئول و مولد در جامعه برای. درست. روانشناسان معتقدند که شخصیت روانی و فرهنگی کودک تا قبل از 6 سالگی پایه‌ریزی میشه و مسلماً انسان این زمان رو بیشتر در خانواده میگذرونه. دقیقاً. اثر خانواده فراتر از فرهنگ، جامعه، دنیای کار، دوستان نزدیک و امثال اونهاست. رابطه والدین با شیوه فرزندپروری میشه گفت در گذر از اعمالی هستش که حالا اهداف گوناگونی داره، از قبیل تربیت اخلاقی و استعدادهای فرزندان، آموزش مهارت‌ها، آشنا کردن با قوانین و هنجارهای جامعه. این همه اینها رو میشه گفت در بر میگیره. در واقع فرزندان مثل همه انسان‌ها دارای شخصیت و هویت بوده و خود نیز سعی می‌کنند تا با مدل‌ها و سمبل‌هایی که خود را هماهنگ کنند، یعنی هم مثل برخی اشخاص میشن و هم در نهایت داره یک ویژگی منحصر به فرد برای خودشون. دقیقاً، سعی میکنن شخصیت خودشون رو پیدا کنن. دقیقاً. به عبارتی خودشون رو در دیگری حل کنن، یادگیری رو در خودشون به وجود بیارن و با این فعالیت صاحب شخصیت یا هویت بشن. همونطور که پژوهش‌ها هم نشون میده، رابطه تنگ و تنگی بین آزادی و استبداد و چگونگی رشد اخلاقی فرزندان وجود داره. دقیقاً. پس مسلماً روش فرزندپروری و روش تربیتی والدین بر جنبه‌های مختلف و رشد فرزندان تأثیر بسزایی داره و در واقع پایه و اساس فرزندپروری مبین تلاش‌های والدین برای کنترل و اجتماعی کردن کودکانشونه. دقیقا، همه والدین در تعلیم و تربیت و نظارت بر فرزندان خودشون میشه گفت نقش اولیه رو به عهده دارن و چگونگی ارتباط والدین با فرزندان با روش فرزندپروری والدین و میشه گفت با سن فرزندان هم رابطه مستقیمی داره. برای مثال مادران نوزادان و کودکان نوپای خودشون رو مرتب در آغوش میگیرن و نوازش میکنن، ولی به تدریج که کودکان بزرگ میشن ابراز محبت مادر هم تغییر شکل پیدا میکنه. چرا؟ چون کودک از نظر شناختی رشد پیدا میکنه و تغییر میکنه. بنابراین همزمان با رشد کودکان روش ابراز محبت والدین به فرزندان هم تغییر پیدا میکنه. دقیقاً. مثلا وقتی در نوجوانی شکل و میزان ارتباط والدین و فرزندان هم مسلماً دستخوش تحول اساسی میشه و والدین به جایی که نظارت مستقیم بر فرزندان و واکنش مستقیم داشته باشن، باید با اونا به صورت غیر مستقیم عمل کنن و به صورت غیر مستقیم سعی کنن که رابطه‌شون با اونا ادامه بده. دقیقاً. البته الگوی ارتباطی والدین و کودکان از عوامل دیگری نیز تأثیر میگیره. برای مثال رضایت والدین از کار و ازدواج بر ارتباط اونا با فرزندانشون تأثیر بسزایی داره. واقعا من نکته خیلی مهمی اشاره کردم، چون که شرایط استرسال داخل زندگی، محل کار، وضعیت اجتماعی و اقتصادی خانواده ها، فرهنگ و نگرش والدین و فرزندان میشه گفت تأثیر بسزایی میذاره. بنابراین حفظ آرامش فردی خود ما، رابطه مناسب با اعضای خانواده، حالا با کلا حالا با همسر، با بقیه اعضای خانواده و میشه گفت حالا در بیرون از خونه، با داخل جامعه، با همکاران، نگرش مثبت فرزندانمون رو میشه گفت تغییر میتونیم بدیم و در تربیت فرزندان مسلما نقش خیلی بسزایی داره. همینطوره. یک بستر تربیتی مناسب، فرزندان نیز بیشتر به خواسته ها و تقاضاهای والدین توجه میکنن. در مقابل زمانی که والدین در تربیت فرزندان از روش های تنبیه و توبیخ و سرزنش استفاده میکنن،
احتمال لجبازی و نافرمانی در کودکان و نوجوانان افزایش پیدا می‌کنه. یعنی هر چی که سخت بگیری اونام بدتر. دقیقاً لجبازیشون بیشتر میشه. پس میشه گفتش که همین لجبازی و نافرمانی تحمل والدین رو هم کاهش میده و به ایجاد یه سری رفتارهای خوشنط‌آمیز هم ممکنه نسبت به فرزندان به انجامه که باعث میشه رابطه والدین و فرزندان کم کم و میشه گفت به شدت مختل بشه. دقیقاً. پس ببینیم که والدین با روش‌های پروری کارآمد و به کارگیری اون در تربیت فرزندانشون میتونن از بروز مشکلات رفتاری و حتی تحصیلی اونا پیشگیری کنن و حتی به آرامش والدین کمک کنن. دقیقاً. پس میشه گفت ما با یه سری آگاهی های بیشتر میتونیم هم به خودمون کمک کنیم هم به بچه ها کمک کنیم تا بتونیم یه جامعه سالمتر و فرزندان سالمتر داشته باشیم. خب دوستان عزیز، تا اینجا مقدمه هایی گفتیم نسبتا کوتاه در خصوص موضوع برنامه، ولی بریم با هم گزارشی رو که دوستان تهیه دیدن رو در این خصوص ببینیم، بعد برمیگردیم همراه شما خواهیم بود. والدین فقط کسانی نیستند که ما را به این دنیا هدایت کردند، بلکه آنهایی هستند که ما را تربیت می کنند و در جامعه رشد می دهند. روش های تربیتی زیادی در طول تاریخ بوده و انسان ها از آن استفاده کردند. اولین روش تربیتی خانواده برای فرزندان این بوده که چگونه تلاش کنند زنده بمانند و غذای خود را تهیه کنند. در حال حاضر هم این دو قانون همچنان پابرجاست، ولی نحوه پیاده کردن آن متفاوت شده است. در گذشته فرزندان می بایست یاد می گرفتن چگونه در مقابل عوامل طبیعی و حیوانات جان سالم به در ببرند و اینکه چگونه شکار کنند و غذای خود را تهیه کنند. تربیت فرزندان یکی از چالش های مهم به حساب می آید. سیستم‌های جهانی با روش‌های دیکتاتوری و الغای برخی تفکرات که می‌تواند از انسانیت به دور باشد، تربیت فرزندان را برای خانواده دچار مشکل کرده است. تربیت در نقاط مختلف جغرافیایی برگرفته از فرهنگ، آداب، رسوم، ملیت و قومیت با هم متفاوت و مختص همان مناطق می باشد. ولی با جهانی شدن اطلاعات به مرور زمان، تربیت فرزندان نیز دستخوش این تغییرات شده که همگی از یک سبک و روش در این خصوص بهره بگیرند. برچسب خوب و یا بد بران نمی توان زد، چون عملکرد این سیستم به مرور زمان بستگی دارد که چه بازخوردی را به همراه خواهد داشت. بعضی از این روش ها ریشه های بسیار کهنی در تاریخ دارد و قومیت ها و کشورها ترجیح می دهند آنها را حفظ کنند و احترام های خاصی برای آنها قائل هستند. ریشه این تربیت ها چنانچه بر مبنای عشق و محبت نباشد، آسیب هایی به فرزندان و جامعه وارد خواهد شد. فشار بیش از اندازه برای کنترل فرزندان آسیب آور و رها کردن آنها نیز به تبع مشکلات دیگری را رقم خواهد زد. تعادل بهترین حالات این موضوع است و آموزش درست و بجا می تواند تربیت درستی را به همراه آورد. تبعیض جنسیتی می تواند یکی از آسیب رسانترین موارد در این خصوص باشد. تحت کنترل درآوردن فرزندان با استفاده از نیازها و وابستگیها و ایجاد ترس، زیانهایی را به تربیت آنها وارد خواهد کرد. جامعه نیز همانند خانواده عمل می کند. دولت ها و حکومت ها حکم والدین را دارند و ملت در جایگاه فرزندان و چنانچه رابطه درست و شفافی در این بین حاکم نباشد، آسیب های فراوانی به مردم وارد خواهد آمد. فشار بیش از حد در قسمت های مختلف
و رها کردن بخش های دیگر و آزادی دادن به بخش هایی که سوء استفاده هایی به همراه داشته باشد، علاوه بر این که پایه های حکومت را ضعیف می کند، باعث نارضایتی جامعه نیز خواهد شد. افراد و تفرید در هر بخشی می تواند زیان‌آور باشد. خب ممنون که برای دیدن این گزارش همراه ما بودین. خب نیلوفر جان، میریم با هم دیگه که ادامه دقیقاً برنامه رو با هم داشته باشیم، والدین رو برای دوستان ادامه بدیم. میشه گفتش که همه انسان ها از ژن خوب یا بد تشکیل نشدن، ولی همه ما از ژن برتر هستیم که کنترل خودمون رو به دست کنترل دهنده پشت ذهنمون دادیم. درسته، کنترل کننده پشت ذهن ما همونیه که قدرت پیدا کرده و افکار و ذهن ما رو در دستان خودش گرفته و این اجازه رو ما آدم ها به اون دادیم. دقیقا، نمیتونیم انگشت اشارمون رو به سمت کسی نشانه بریم و اونا رو مقصر بدونیم و هر کدوم از ما شانه خالی کنیم از مسئولیتی که داخل زندگیمون داریم و بگیم که نه تقصیر شما بوده، به خاطر این دلیل هستش که من این کار انجام نمیدم و خیلی چیزای دیگه که هر روز داخل زندگی داریم میبینیم. درسته، آدم و حوا والدین اولیه بشریت بودن و همه بشریت سرچشمه از ذات اونا رو با خودشون دارن که البته در طول تاریخ با فراز و نشیب های روبرو بوده و هست. دقیقا، سبک تربیت اونا برای فرزندانشون شاید متفاوت بوده که یکی از اونا میشه قاتل و یکی دیگرشون مقتول و هر کدوم از اونا هم تفکرهای مختلفی رو مسلماً داشتن. درست، آیا به راستی والدین اونا میخواستن که فرزندانشون قاتل و مقتول بشن؟ قطعا خیر، بلکه اونا برای فرزندانشون بهترین ها رو خواستن. پس چرا این اتفاق افتاد؟ دقیقا، واقعا سواله که شاید ذهن هممون رو درگیر کنیم. کجای کار آدم و حوا اشتباه بود که فرزندان اونا با چنین رفتارهایی از خودشون حالا نشون دادن؟ و میشه گفت این سوالها سوالاتی هستش که حالا داخل برنامه هم در موردش بیشتر صحبت میکنیم و دنبال جوابهایی هستیم که بفهمیم ما چگونه میبایست عمل کنیم. درست، و آیا والدین تربیت خوبی رو انجام ندادن و یا فرزندان مسیر غلطی رو انتخاب کردن؟ میشه گفت در وجود آدم و حوا دو تا کشمکش وجود داشته، یکی اطاعت از فرمان خدا و دیگری نااطاعتی، و طبیعیه که از اونها فرزندانی به وجود بیاد که از این دو تا تفکر باشه. درست، ریشه رفتاری ما انسان ها برگرفته از ژنتیکی که ما از اجدادمون به ارث بردیم و البته سرشاخه اصلی اون به یک پدر و مادر میرسه. خب پس چرا ما اینقدر با هم متفاوت هستیم و هر کدومون یک نظر و نگاه مشترک به مسائل نداریم؟ طبیعیه، چون در طی زمان ما دستخوش خوشی و ناخوشی های محیط اطرافمون قرار گرفتیم و رفتارها و حتی زبانهای ما هم با هم تغییر پیدا کرده. حتی میشه گفت خیلی از رفتارهای گذشتگانمون رو دیگه انجام نمیدیم و کاملا عوض شدیم و رفتارهای جدید رو داخل زندگی خودمون جایگزین کردیم. خب همینجا فکر میکنم تا اینجا بحث رو نگه کنیم. نگه داریم و بریم با کشیش آلبرت عزیز صحبت کنیم. کسی که کشیش آلبرت تماسشون با همون برقرار نشده و در مورد موضوع بیشتر صحبت کنیم تا بتونیم با کشیش آلبرت عزیز همراه بشیم. رفتارها در هر منطقه از این کره خاکی با هم متفاوت و واکنش نسبت به یک مسئله مشترک نیز به همین شکل مختلف هست. دقیقا، این واکنش متفاوت به مسئله مشترک علاوه بر ژنتیک که حالا ژنتیک اجداد ما هستش، به عوامل طبیعی و اقلیم منطقه هم حتی بستگی داره. شاید این سوال پیش بیاد که اقلیم چه ربطی به رفتار و منش آدم ها داره؟ قطعاً ارتباط مستقیم داره. به عنوان مثال آدم‌های مناطق کوهستانی و سرد سرسخت‌تر و خشن‌تر از مناطق گرمسیری رفتار می‌کنن. واقعاً همینطور هست دیگه. دقت کنیم به همین حتی افرادی که در مناطق گرمسیر هم ساکن هستن به نظر میرسه که میل به فعالیت‌های بدنی کمتری نسبت به مناطق آب و هوایی بهتر داشتن، خاطر دقیقاً نخواد فعالیتی انجام بده و سعی کنه بیشتر توی خونه بمونه. از این عوامل مهمتر چنین به نظر میرسه که اجتماعی که افراد در اون بزرگ میشن میتونه تاثیر زیادی بر افراد بذاره که این هم به مرور زمان چنین اتفاقهایی رخ میده. ما توسط پدرمادر اگه بخوام از یه دید کلا حالا دیگه به این موضوع نگاه کنیم میشه گفت که ما توسط پدرمادر شب بزرگ نشیم، ما توسط یه سیستمی بزرگ میشیم که حالا افکار کلا والدین ما رو در دست خودشون دارن، سیستمی که کلا خانواده ما با اون بزرگ شدن و دارن به اون رو انتقال میدن کاملا، چون والدین ما هم توسط همین سیستم ها به دنیا آمدن و بزرگ شدن. اینا همون آداب و رسومی که در فرهنگ محلی و جامعه به چشم میخوره و ما رو از دیگر مناطق جغرافیایی مجزا میکنه. دقیقا، سبک تربیتی والدین داخل یک قبیله حالا
اگه دقت کنیم با یه قبیله دیگه ممکن متفاوت باشه، حتی اگه داخل یک منطقه جغرافیایی هم باشن. حالا اگر قبیله گفتیم، حالا بخوام به روز سر بگیم داخل شهر دقیقاً شهر با اون شهر کاملا متفاوت، حتی تو خود اون شهر انقدر فرهنگای متفاوتی هست که روش‌های تربیتی کاملا با هم متفاوت هست. شاید خیلی از خانواده‌ها مایل باشن که هنوز که هنوزه به روش سنتی فرزندانشون رو بزرگ کنن. یه سری آداب نگاه کن، اصلا توی یک کشور هستیم ولی این شهر با اون شهر زبونش با هم فرق می‌کنه. باز مسلما میتونه رفتارهاش، بینشاش، تفکراتش، همه چیش با هم فرق کنه. دقیقاً. به نکته خیلی واقعا خوب. دقیقاً. آره. والدین با مهربونی کامل به فرزندانشون برخورد میکنن و آرزوی اونا رسوندن بچه‌ها به بهترین نقطه ممکنه. ولی تربیتی که والدین ارائه میدن شاید به نظر خودشون درست باشه، شاید از نظر اجتماع این تربیت درست نباشه. دقیقاً. خب همینجا فکر می‌کنم که بحث رو تا اینجا نگه داریم، بریم با هم بخش یک و جذب سخن با کشیش جلیل سپهر رو با هم ببینیم و سخنان ایشون رو بشنویم از کتاب مقدس. بعد برمیگردیم با دوستان عزیز، در ادامه برنامه همراه خواهیم بود با کارشناسان عزیز دیگه. با ما همراه باشید. ما همراه باشید. بعض وقتا زندگی با تمام ترفند و با تمام حکمت و تجربه و دانش و حتی مشورت هایی که میگیریم، میبینیم که اونطوری که میخوام خوب پیش نمیره. میخوام اینو به شما بگم که قطاری که داره به سرعت میره به طرف یک مقصد، با همون سرعت، با همون وزنی که داره، درست با یک سوزن که سوزنبان در وسط راه هست، وقتی خط رو عوض میکنه، این ریل قطار از مسیر خودش به مسیر دیگه میره. این سوزنبان با این قطار مقابله نمیکنه، جلوش نمیسته، او رو سعی نمیکنه نگرش داره، مسیر رو عوض میکنه. و هر کدوم از ما سوزنبان خط قطار زندگی خودمون باید باشیم. میشه خیلی گله کرد، خیلی شکایت کرد، آقا پدران ما اشتباه تصمیم گرفتن، آقا پدر ما رو کتک میزد، آقا مادر ما محبت نکرد، آقا نیاکان ما اینطور بودن، آقا چنین بود، آقا چنان بود، آقا نسل‌های گذشته قدم‌های اشتباه، انتخابات اشتباه کردن. شما سوزنبانید. بله شما سوزنبانید. شما میتونید ریل قطار مسیر زندگی خودتون و نسل خودتون رو عوض کنید. تغییر، کلید تغییر در دست نه پادشاهان است، نه رئیس جمهورهاست، نه در دست سرمایه این دنیاست، نه اقتصاد و نه هیچ چیز. کلید تغییر در دست خود شماست. اگر شما قادر نباشید مسیر ریل قطار سرنوشتون رو عوض کنید، مطمئنن هیچ توقعی نیست از امرا، وزرا، وکلا، رئیس جمهورها، پادشاهان، خلیفه ها. اونا دنبال زندگی خودشونن. شخص شما برای اونا یک عددید، یک آمارید، یک شمارهید. تنها کسی که شما براش مهمید خود شما هستید. و اهمیت دادن به شما و تبدیل شما و تصمیم در مورد آینده شما رو خدا به پادشاهان و به رئیس جمهورها نداده، به خود شما داده. دختر عزیز، پسر عزیز، تو سوزنبان ریل قطار زندگی خودت هستی. تو قادر هستی مسیر زندگیت رو عوض کنی. شرایط پولس، شاید شرایط خیلی مذهبی متعصب بوده، از بچگی پدر به زور بردش مکتب و گفته دینت این است، ایمانت این است، باید این طور باشی و حرفم بزنیم میزنیم تو سرت. و پولس در زیر دست چنین یک پدری رفته کلاس
و مجبور شده همونه که یادش دادن یاد بگیره و بعدم اینقدر بهش خوندن، اینقدر بهش الغا کردن که این آقا فهمیده که، یعنی به این نتیجه رسیده که باید بکشه، قتل کنه، نابود کنه، سنگسار کنه، گردن بزنه تا انشالله مقبول خدا بشه. اما یک روز همین شخص که اینقدر تعصبات زندگی او را گرفته بود و او را به چنین یک شخص قاتلی تبدیل کرده بود، در راه دمشق ایستاد و در ملاقات با عیسی مسیح ریل قطار زندگیش رو عوض کرد. شما چرا نه؟ من چرا نه؟ فیض خدا با شما باشد. سلوس قاتل از اون صحنه به بعد شد پولس رسول، منشأ برکات و خیرات. آمین به امید چنین یک تصمیمی و عوض کردن ریل قطار زندگیتون. به فیض خدا آمین. بله، صحبت‌های زیبای کشیش جلیل سپهر رو با هم شنیدیم. امیدوارم که دوست داشته باشیم و برکت گرفته باشیم. فکر می‌کنم تماس ما با کشیش آلبرت عزیز هم برقرار شده باشه. اگر که تماس ما برقرار شده، بله، درود می‌فرستیم برای شما کشیش آلبرت عزیز. من هم به نوبه خودم خدمت شما دو عزیز و همه همراهان و بینندگان گرامی برنامه سیگنال درود مسیحایی می‌فرستم و خیلی خوشحالم که این موضوع رو میتونیم با هم صحبت کنیم، سبک والدین در تربیت کودکان. من میخوام با یک نکته منفی شروع کنم و اون نکته منفی این هست: یک فریبی وجود داره که ما پدرها و مادرها اگر اون فریب رو بخوریم، صدمه خیلی بدی به زندگی ما وارد خواهد شد. و اون فریب، اون دروغ شریر شیطان این هستش: بچه بچه ای توه، تو خانواده ای تو داره بزرگ میشه، تو و زنت خیلی آدم های خوبی هستید و هیچ کاری نکنید، بچه خودش بزرگ میشه، ایماندار میشه، زندگی مقدس رو یاد میگیره، خیلی موفق میشه، همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت، شما لازم نیست هیچ کاری بکنید. این بزرگترین فریبه که اگر ما این فریب رو بخوریم، در تمامی مراحل زندگی با بچه هامون ما صدمه خواهیم دید. در کتاب امثال سلیمان فصل 22 آیه 6 کلام خدا میگه: طفل را در راهی که باید برود تربیت نما و چون پیر هم شود از آن انحراف نخواهد ورزید. در آن راهی که باید برود، طفل را تربیت نما، وقتی هم بزرگ میشه، به سن پیری هم برسه، از آن راهی که میبایستی میرفت منحرف نخواهد شد. نمونه های عهد عتیقی در اثبات این نکته داریم. اسرائیلیان فرزندان خودشون رو از همون سنین ابتدایی می آوردن در اعیاد، تورات رو بهشون یاد می دادن تا اونها تورات رو حفظ کنن، مراسم رو یاد بگیرن و همگام با قوم در پرستش باشن. در تثنیه فصل 4 آیه شماره 9 این آیه رو میخونیم: لیکن احتراز نما و خیشتن را بسیار متوجه باش، مبادا این چیزهایی را که چشمانت دیده است، کارهای عجیب خدا را فراموش کنی و مبادا اینها در تمامی ایام عمرت از دل تو محو شود، بلکه آنها را به پسرانت و پسران پسرانت تعلیم ده. و در فصل ششم آیه شماره 7 کلام خدا دستور میده، میگه آنها را، یعنی احکام خدا را، به پسرانت به دقت تعلیم نما و هینه نشستنت در خانه و رفتنت به راه و وقت خوابیدن و برخواستنت از آنها گفتگو نما. کلام خدا در عهد عتیق نمونه به ما میده که چطور بچهاتون رو بزرگ کنید با کلام زنده خداوند، که البته نمونه عهد جدیدی هم براش داریم. نمونه عهد جدیدی در کنار خود شخصیت عیسی مسیح خداوند، اگر پیش بریم به رساله دوم پتروس برسیم،
عذر میخوام دوم تیموتائوس برسیم. پولس رسول به تیموتائوس در دومی رساله خودش فصل اول آیه 5 میگه زیرا که یاد میدارم ایمان بیریای تو را که نخست در جدت یعنی مادر بزرگت لوئیس و مادرت افنیکی ساکن می بود و مرا یقین است که در تو نیز هست. میگه تو در ایمانی، همان ایمانی که در مادرت بود، همان ایمانی که در مادر بزرگت بود. و اگر ما به فصل سوم همین رساله مراجعه کنیم در آیه شماره 14 پولس به تیموتائوس میگه تو در آنچه آموختی و ایمان آوردی قائم باش چون که میدانی از چه کسان تعلیم یافتی. اما در آیه 15 یه چیز دیگه هم اضافه میکنه و اینکه از طفولیت کتب مقدس را دانسته ای که میتواند تو را حکمت آموزد برای نجات به وسیله ایمانی که بر مسیح عیساست. پس آنچه که کلام خدا داره در حداقل تا این مرحله به ما یاد میده این هست که کلام را بایستی به بچه هامون آموزش بدیم، دعا کردن را آموزش بدیم، اطاعت کردن را آموزش بدیم و محیطی ایجاب کنیم که زندگی مسیحی رو بچشن. اما من باید از یک زاویه دیگه هم نگاه کنم، واقعیت زندگی. وقتی این بچه ها بزرگ میشن همه چیز بر وفق مراد ما پیش نمیره. در لوقا فصل 15 هم یک پدر هست با دو پسر، یک پسر داخل خانه، یک پسر بیرون خانه، هر دو گم شده هستن. یکی در اطاعت از پدر گم شده است، یکی در بی اطاعتی از پدر گم شده است و هر دو محتاج نجات هستن. اما اون پسر کوچیک که میره رفت، آیا این پدر هر آنچه که لازم بود در عهد عتیق برای بچهش بکنه نکرده؟ کرده. اما همه چیز باب میل والدین پیش نمیره. پرسشی که مطرح هست و میخوام در قسمت دوم بهش برسم اینه که اون وقت چه کار باید کرد؟ من سه مورد رو خیلی کوتاه مطرح خواهم کرد. مورد اول و بسیار مهم این هست، حتی اگر فرزندان ما آسیب بشن، حتی اگر به گناه بیفتن، ما نباید از محبت کردن دست بکشیم، زیرا که محبت کثرت گناهان را میپوشاند. همین پسر کوچیک در لوقا باب 15 وقتی که رفت میدونی چیکار کرد؟ هرچی ثروت پدر بهش رسیده بود اون رو از بین برد. زندگی در کثافت، زندگی در گناه، آبروی پدرم برد. اما وقتی که بازگشت پدر دوید او را در آغوش گرفت، به گردنش چسبید و بوسید. میدونید آبروی پدر رو برده بود؟ و در فرهنگ یهودی همه مردم حق داشتن اون پسره رو سنگسار کنن. اما پدر میدوه، او رو در آغوش میگیره، یعنی روش چند باطمه میزنه تا اگر کسی خواست سنگی به پسر بزنه اون سنگ به پدر بخوره. آنگونه محبت کرد. در بخشیدن محبت کنیم چنان که مزمور 103 میگه با ما موافق گناهان ما رفتار ننمود، آنچنان که پدر بر فرزندان رأفت میکنه پدر آسمانی بر ما رأفت داره. در نشان دادن فیض محبت کنیم، در دوستی ایجاد کردن محبت خودمون رو نشان بدیم. من شنیدم بسیاری از والدین هستن که تصمیم گرفتن هفته یک بار با بچه هاشون فقط یک ساعتی رو داشته باشن، نهاری بخورن، قهوه بخورن، چای بخورن، فقط دوستی بکنن، نه موعظه کنن، فقط دوستی کنن، محیطی ایجاد کنن که اگر روزی پسر یا دختر در مشکلی گیر کرد بدونه که جایی هست پر از محبت، گوشی هست برای شنیدن، کسی میتونه راه حلی بهش بده بدون اینکه محکومش کنه. مورد اول محبت کردنه. مورد دوم دعا کردنه. باور کنید من سه تا پسر دارم بین 17 تا 20 سال
و به اینجا هم من و هم همسرم رسیدیم که به جای بحث و جدل و درگیری بهترین راه اینه به مذبح های خداوند بریم و دعا دعا کنیم تا خدا کاری بکنه. و میدونید بعض وقتا چه اتفاقی میفته؟ عزیزانی که الان این برنامه رو میبینن، افرادی که از من مسن‌ترن، حتما اینو تجربه کردن. همون حرفی رو که ما میزنیم، همون چیزی رو که ما میگیم قبول ندارن. وقتی دعا میکنیم خدا یک نفر رو میاره تو زندگیشون، همون حرف رو ما رو میزنه، همون نظر ما رو میده، الان قبول میکنه. دعا کنه، به خدا اعتماد کنه، خدا راهای خودش رو داره. و اینو فراموش نکنه، بچه های ما آینه ای هستن که اعمال اونها ما رو نشون منعکس میکنه، آنچه ما هستیم. و قسمت سوم، قسمت آخر، وعظ خودتون رو زندگی کنید تا نکنه تصویری که از شما داشته باشن تصویر یک آدم ریاکار باشه. اجازه بدید این صحبتم رو با یک جریانی که 2-3 سال پیش اتفاق افتاد تموم کنم. من شرکت کردم در مراسم یادبود شادروان جناب کشیش مهدی اپری، از کشیشان بازنشسته و مسن کلیسای انجیلی ایران. در اون مراسم یاد بود پسرشون شهادتی داد، شهادتی بسیار شیرین. پسرش گفت من نمیدونم چند نفر از شما میدونید که بابا، یعنی شادروان کشیش اپری، سالها سیگاری بوده. بعد گفت من که به سن جوانی رسیدم مثل جوانهای دیگه عشق اینو پیدا کردم که یه بسته سیگار بگیرم بذارم تو جیب پشتم بعد بکشم یه دونه. بابا فهمید و اومد به من گفت پسرم سیگار رو بذار کنار، سیگار برات بده. بعد گفت وقتی این حرف رو به من زد، من تو دل خودم گفتم خودش سیگاریه، سالهای سال سیگار میکشه، این آدم داره ریاکاری میکنه، به من میگه نکش. بعد ادامه داد گفت مدتی نگذشت، بابا برگشت و به من گفت بیا یه قراری با هم بذاریم، هم من و هم تو سیگار رو کنار. بعد این پسر در شهادتش گفت من جوون بودم ولی فکر کردم خب من تازه دارم سیگار میکشم، خب چیزی نیست، کنار میذارم. این بابای من این همه سال سیگار کشیده چطور میتونه کنار بذاره؟ بیا امتحان کنیم. و در انتهای شهادتش گفت همون کار بابا باعث شد نه فقط خودش سیگار رو کنار گذاشت، منم دیگه لب به سیگار نزد. عزیزان ما چیکار باید بکنیم؟ باید محبت کنیم، باید دعا کنیم، باید وضع خودمون رو زندگی کنیم و اون فریب رو نخوریم که هیچ کاری نکنیم. نه، هرچی از دستمون میاد در دعا، در تعلیم کلام، در یاد دادن راه‌های خدا بایستی بکنیم، آینده بچه‌مون به دست خود عیسی مسیح. فیض عیسی مسیح رو برای همه شما والدین و از جمله خودم می‌طلبم. آمین. واقعا ممنونیم که شالبرت عزیز بابت صحبت‌های بسیار دلنشینتون، به دل من که واقعا نشست و واقعا سپاسگزاریم. خیلی فیض بردیم. خدا رو شکر. روز خوبی داشته باشی. سپاسگزارم. همچنین شما. خدا نگهدارت. خدا نگهدارت. خدا. بله، صحبت‌های که شالبرت شنیدیم و واقعا به زیبایی و آره خیلی روون در مورد در خصوص موضوع برنامه صحبت کرد. محبت کنیم، چیزی که واقعا هستش و احتیاج هست بین رابطه والد و کودک. دعا کنیم، چیزی که واقعا توی خیلی از زمین ها میشه گفت کارگشا هستش. و در انتها هم که خود ما باشیم، چون که فرزندان ما آینه ما هستن، همونطور که آلبرت عزیز هم گفت. در خصوص موضوع صحبت کردیم که والدین میشه گفتش که چیزهایی که در حال زندگی یاد میگیرن رو میان به کودکانشون آموزش میدن. میشه گفت چیزایی رو که آموزش دیدن و به ارث بردن رو از بالقوه به بالفعل تبدیل میکنن. و دسترنج اون آموزش ها و تجربیات میشه فرزندانی که حالا میبینیم همه ما خود ما هستیم و همچنین فرزندان ما در آینده خواهند بود. بله.
این موضوع بیشتر در گذشته صدق میکرد، ولی حالا با جامعه باز و تربیت بچه ها در مدرسه در سنین پایین و الگو گرفتن از اجتماع و دیگر فرهنگ ها میتوان گفت از نظر سبک منطقه با شعاعی بزرگتر رسیدیم که شباهت های تربیتی به هم خیلی نزدیک شدن. دقیقا میشه گفت این سوشال مدیا و اینترنت و اینو باعث شده که خیلی روش های تربیتی هم شبیه هم بشن، حالا از یه جاهایی خیلی خوب بوده و یه جاهایی هم شبیه مضر بوده. چه بود در گذشته آموزش بچه ها فقط حالا با مادر و یا پدر بوده، ولی در حال حاضر به این سبک دیگه نیست. مهد کودک ها هستن، دبستان هست، خب حتی قبلا هم دبستان بود ولی یعنی مدارس بود، ولی حالا به این شکل بخونه حتما از مهد کودک بفرستن یا از سن خیلی پایین بفرستن مهد کودک. مادر بزرگا به در بزرگا خیلی وقتا کمک میکنن در حالا بزرگ کردن بچه. روانشناسان کودک هستن و خیلی عوامل دیگه که میتونه در این تربیت ها دخیل باشه. دقیقاً. البته این امکانات برای همه مناطق وجود نداره، ولی اکثرا سعی میکنن از این روش ها در تربیت فرزندانشون استفاده کنن، حتی اگر فقط یکی از این در یکی از اینها در دسترسشون باشه. یا مهد کودک باشه یا پدر بزرگ مادر بزرگ باشه یا از طریق به قول معروف اینترنت باشه، حالا فرقی نمیکنه. پس چقدر خوبه که برای انتخاب بهترین سبک ارتباطی با فرزندانمون و موفقیت در تربیت فرزندان سالم، حالا چه به لحاظ روانی و شخصیتی، بریم و با کارشناس برنامه دکتر پریسای عزیز همراه بشیم تا بتونیم در کناری که خودمون رو میشناسیم به فرزندانمون در رشد صحیح و یه رشد بهتر کمک کنیم. اگه تماسمون برقرار شده با دکتر پریسای عزیز، بله درود میفرستیم بر شما دکتر پریسای عزیز. خیلی خیلی خوشحالیم که این هفته هم با ما هستیم. درود بر دکتر پریسای عزیز. شادمانم که آدینه دیگه ای رو در خدمت شما و امیدوارم خانواده ها و پدر مادرهای عزیز هستم. سپاس از شما، خیلی ممنونیم. دکتر فریسا، منتظر هستیم که صحبت های شما رو در این خصوص بشنویم. وقت شما رو نمیگیریم و امیدوارم که مورد توجه دوستان هم قرار بگیریم. خواهش میکنم. موضوع امروز موضوعی هست که من فکر میکنم که برای همه ماها باید مهم باشه، یعنی حتی اگر فکر بکنیم که ما پدر و مادر نیستیم یا حتی نیاز نداریم که به در واقع خصوصیت ها و روابطی که پدر و مادرها با فرزندانشون دارن اهمیت بدیم، باید بدونیم که روش های درستی برای هدایت و تربیت فرزندانمون وجود داره که خیلی وقتها ما اصلا اونها رو فراموش میکنیم. دوست دارم در ابتدای صحبتم به 4 نوع پرنتینگ یا در واقع تربیت پدر و مادر برای فرزندان اشاره بکنم. اولین مرحله یا اولین گروهی که خانواده ها بهش تعلق میگیرن خانواده مستبد یا همون خانواده ای که دیکتاتورشیب یا دیکتاتور هست. خانواده دوم خانواده توانا و مقتدر هستن. خانواده های دیگه آسانگیرن یا خیلی سهل میگیرن روابط رو و خانواده دیگه ای که به خانواده های بی قید یا بی اعتنا در واقع خطاب میشن. این 4 نوع خانواده در واقع روش هایی هستن که توی رابطه پدر مادر و فرزند اتفاق میفته. متاسفانه ما خیلی وقتها میبینیم که پدر مادرها به اصل در واقع تربیت فرزندانشون ناآگاه هستن و من فکر میکنم در ابتدای صحبتم باید این رو اشاره بکنم که اگر جزء پدر و مادرهایی هستید که دارید برنامه ما رو میبینید، باید یادمون باشه که نوع تربیت شما میتونه سرنوشت کودک شما رو تغییر بده، همونجور که نوع تربیت پدر و مادر شما شاید سرنوشت شما رو تغییر داده. و از طرفی اگر کسانی هستن که هنوز کودکی در خانواده ندارن و تصمیم دارن در آینده کودکی داشته باشن، این خیلی مهم هست که یاد بگیرن که به چه روشی فرزند خودشون رو رشد بدن. من همیشه یادآوری میکنم به عزیزانم، به کسانی که دورم هستن، همیشه میگم که چقدر خوب بود که برای بچه دار شدن و برای در واقع پدر و مادر شدن از طریق سازمانهای بهداشت روانی ما یک لایسنس و یک گواهینامه میتونستیم صادر بکنیم و اگر اینجوری بود من فکر میکنم که متاسفانه 70-80% آدمها این لایسنس و این گواهینامه رو دریافت نمیکردن، به خاطر اینکه خیلی از آدم ها هستن با وجود اینکه فرزندی دارن هنوز خودشون در رفتار خودشون و آگاهی نسبت به خودشون درماندن و متاسفانه دارن با خیلی از روابط خیلی مخرب و حتی آثار روانی روابط مخرب دیگه توی زندگیشون ادامه میدن.
برمیگردیم به نوع در واقع فرزند پروری. وقتی که ما خانواده هایی رو میبینیم با نوع تربیت مستبدانه، این رو تربیت جوری هست که شما تصور بکنید یک ارتش، یک پدر و مادری فقط دستور میدن به فرزند که چه کار باید بکنه و چه کار نباید بکنه. توی این خانواده ها اصولاً صحبت کردن و ارتباط کلامی حذف شده است و تصمیم و قانون توسط پدر و مادر گرفته میشه و متاسفانه خیلی وقتا ما میبینیم که فرزندانی که توی خانواده های مستبد رشد کردن فرزندانی هستن که خیلی دچار ترس، فوبیا و اضطراب های درونی هستن. خانواده دیگه که خانواده آسانگیر یا سهلگیر هستن، خانواده این که اصلا اهمیت نمیدن که فرزندشون چه مسیری رو میره. میتونم اینجوری بهتون بگم، یک فرزندی رو به دنیا میارن و اصلا براشون مهم نیست که اون فرزند چه انتخابهایی رو داره، چه رفتاری رو انجام میده. و متاسفانه امروزه من خیلی دیدم که خیلی از خانواده ها اشتباه میگیرند روش آسانگیری و سهلگیری رو با روش مقتدرانه و توانمند که در ادامه صحبتام بهش اشاره میکنم. گروه دیگه خانواده در واقع بی‌اعتنا هستن، خانواده‌ای که به هیچ وجه اصلا این ارتباط کلامی بینشون شکل نمیگیره و متاسفانه بین پدر و مادر همین ارتباط بدون اعتنا و بی‌اهمیت وجود داره. ولی خانواده مقتدر و توانا، نوعی که نوع درست ترین، یعنی در واقع درست ترین نوع پرورش کودک و خانواده پروری است. این روش روشی بسیار روشنه. اینجوری میتونم بگم خانواده هایی که روش توانا و مقتدرانه رو در پیش میگیرن خانواده هایی هستن که اول از همه در کلامشون بسیار روشن هستن. ما خیلی وقتها دیدیم پدر و مادرها به جای اینکه با فرزندشون صحبت بکنن قهر میکنن با فرزندشون و این توهم رو دارن که فرزند ما خودش متوجه میشه که رفتارش اشتباهه. ولی ما باید یادمون باشه که فرزند شما نیاز به روشنی داره و اون روشنی تنها با کلام اتفاق میفته و اینجاست که باید خیلی یادمون باشه که اگر ما خودمون به اون روشنی و آگاهی نرسیم چطور میتونیم اون روشنی رو برای فرزندمون به ارمغان بیاریم. پس کلام روشن و هدفهای روشن توی خانواده مقتدر و توانا بسیار روشنه برای همه افراد خانواده. ما بعضی وقتا فکر میکنیم که پدر مادر باید یک روشی رو با فرزند بزرگتر داشته باشن، یک روش دیگری رو با فرزند کوچکتر، که اینجوری در واقع اصلاً روش درستی نیست. ولی از همه مهمتر دوست دارم اینجا اشاره بکنم که خانواده مقتدر و توانا خانواده ای هست که در عین اینکه صحبت میکنه، در عین اینکه تلاش میکنه که ارتباطش رو با فرزند برقرار بکنه، اگر در جایی نیاز بود که تصمیم درست و محکم گرفته بشه، با توضیح خیلی درست به فرزند اون رو قانع میکنن که این روش یا این عمل برای تو مناسبه. و متاسفانه ما میبینیم که توی خانواده مستبد دقیقاً مخالفش اتفاق میفته، چون از فرزند سوال نمیشه، ولی خانواده توانا به هویت و شخصیت فرزند بسیار احترام میذاره و این احترام یک احترام متقابله. حتی اگر فرزند مخالفت بکنه توانایی این رو داره، به خاطر اینکه پدر و مادر بهش این اجازه رو میدن که اعتراض بکنه و اعتراض کردن نشون دهنده این هست که اون فرزند یا افراد خانواده توانایی این رو دارن که با هم رابطه ای بدون کشمکش داشته باشن. خیلی وقتها ما میبینیم که فرزندان از پدر و مادر میترسن، یا خیلی وقتها دیدیم که اصلاً به وجود و شخصیت پدر و مادر اهمیت نمیدن و تمام اینها نشان دهنده رفتاری هست که فرزند از دوران کودکی از پدر و مادر خودش دریافت کرده. ما نباید این رو فراموش بکنیم که محیط و رفتار دیگران در واقع اولین شرایط رو برای رشد ما فراهم میکنه. مثل این هست که شما یه گیاهی رو تازه خریداری کردید، ولی بستگی داره که اون گیاه شما با چه شرایطی باید رشد بکنه. شما به در واقع آبیاری و نوردهی اون گیاه مشغول میشید.
دوست دارم اینجا یک نکته بسیار مهمی رو اشاره بکنم، چرا که فکر میکنم که اگر عزیزان بیننده خیلی خوب دقت بکنن، گاهن پیش میاد که بین پدر و مادرها یک اختلافی در رابطه فرزند پروری اتفاق میفته. به طور مثال پدر یک فرد مستبد یا روش مستبدانه رو میخواد پیش بگیره و مادر روش مخالف یا سهلگیر رو میخواد در نظر بگیره، یا بعضی وقتا مادر روش مقتدرانه و پدر روش سهلگیرانه. در هر دو صورت باعث در واقع جدا شدن شخصیت در کودک اتفاق میفته. یعنی چی؟ یعنی اینکه یک فردی که یک کودکی که در این خانواده رشد میکنه، به طور مثال گیج میشه و میگه که آیا مادرم درست میگه یا آیا پدرم درست میگه. خیلی وقتها من دیدم متاسفانه بین پدر و مادر اختلاف ها و کشمکش هایی وجود داره و این کشمکش ها رو وارد تربیت فرزند میکنن و متاسفانه بعضی وقتا من میبینم اصلا روابط به صورت یک رابطه جنگ و در واقع شکست و قدرت یا شکست و پیروزی شکل میگیره. شاید شما دیده باشید بعضی وقتا پدر یا مادر تلاش میکنن که فرزند رو به سمت خودشون بکشن و بر علیه پدر یا مادر یا والدین در واقع والد مقابل بشورونن، اینجوری من میتونم بگم، یا برعکسش. و اونجاست که ما میبینیم اختلالهای شخصیتی شکل میگیره. فرزند گیجه، فرزند متوجه نیست که الان حق با کی است، ولی ما میبینیم که در دراز مدت باعث اختلالهای شخصیتی و مخصوصا اختلالهای ضد اجتماعی توی روان فرزند این اتفاق میفته. پس خیلی این مهمه که توجه داشته باشیم نوعی که فرزندمون رشد میکنه و نوعی که ما بهش یاد میدیم رشد بکنه، کل سرنوشت فرزندمون رو تحت تاثیر قرار میده. من اینجا در واقع صحبتم بیشتر با پدر مادر هاست. اولین نکته این هست که اگر پدر و مادر هستید و الان دارای فرزند هستید، تلاش بکنید که خودتون رو یک بار دیگه ملاحظه بکنید و ببینید کدام روش رو انتخاب کردید، و اگر روشتون اشتباه هست تلاش بکنید که اون روش رو در واقع تصحیح بکنید. و اگر پدر و مادر نشدید و در آینده میخواید فرزندی داشته باشید، خودتون رو رشد بدید، یاد بگیرید روش‌های فرزند پروری رو خیلی خوب بهش توجه بکنید و یادتون باشه که اگر شما مقابل همسرتون ایستادید، هیچ وقت انتظار نداشته باشید که فرزندی پر از عشق به جامعه در واقع تحویل بدید. شما باید با همسرتون به یکدلی و آگاهی برسید تا بتونید یک روش درست فرزند پروری رو توی خانواده اعمال بکنید. و در نهایت من فکر میکنم که هر کسی که هر جای دنیا قرار گرفته با کمی نگاه درونی میتونه این رو یاد بگیره و توجه بکنه که چه نکته هایی رو باید روش بیشتر کار بکنه و چه نکته هایی رو میتونه در واقع کنار بذاره. و برای عزیزانی که علاقه دارن در مورد فرزند پروری و در مورد والدین بیشتر اطلاعات داشته باشن، من یک کتابی میخوام در انتهای صحبتم معرفی بکنم به نام خانواده سمی، یا در واقع poisonous parenting اگر اشتباه نکنم به زبان انگلیسی، که خانم سوزان نویسندش هستم، ولی من فکر میکنم به زبان فارسی ترجمه شده و اسم کتاب هست خانواده سمی یا والدین سمی. این کتاب خیلی میتونه کمک بکنه به ما که آگاه باشیم کدوم رفتار میتونه مخرب باشه، سمی باشه، و کدوم رفتار ما میتونه پر از عشق، حمایتگر و روشن برای فرزندمون باشه. مرسی، واقعا ممنون بابت توضیحات خیلی خیلی عالی و جامعتون و همچنین معرفی کتاب عالی که داشتین، مثل همیشه عالی بود. سپاسگزاریم از شما. خیلی ممنون از شما، روز خوبی داشته باشید. روز خوبی داشته. خدا نگهدار. شما پاینده باشید. خدا نگهدار. بله، صحبت های دکتر پیسای عزیز رو شنیدیم و چقدر خوبه همونطور که دکتر پیسای عزیز گفتن با کتاب خوندن بتونیم آگاهی بیشتری داشته باشیم تا بتونیم که روش فرزند پروریمون رو چه هست الان داریم بهتر کنیم، یا اینکه در آینده بتونیم والدین خوبی باشیم. خب دوستان عزیز، بریم با هم بخش دیگه ای رو که داریم با چه هستش اگر گفتین همینجا پرستش با شما با جیلبرت عزیز رو بشنویم، سرودای پرستشی رو، بعد برمیگردیم همراه شما خواهیم.
سلام و درود خدمت خانواده عزیز، برادران و خواهران عزیز. خدا رو شکر میکنم برای وجودتون و واقعا امیدوارم هر جایی که هستید در خداوند باشید. در مسیح، عیسی مسیح گفت در من بمانید و من در شما میمانم، و نتیجه این ماندن میشه غلاطیان 5:22 که میوه روح هست: محبت، خوشی، سلامتی، حلم، مهربانی، ایمان، نیکویی، تواضع، پرهیزگاری. خدا رو شکر میکنم برای این خداوندی که با ما هست و ما رو دوست داره، در هر شرایط ما رو دوست داره. در این سرود میگیم صلیب تو گشت نجات من، خون پاکت شست جرم و عصیان من، باقی عمرم از آن توست چون که حیاتم از فیض و رحمت توست. واقعا پرستش ما و تسلیم بودن ما به خداوند، ایمان ما به مسیح نتیجه هست، نه لازمه. یکی از دوستانم غیر مسیحی من میگفت که من در دین خودم این کارا رو میکنم، در این وقت دعا میکنم، به این صورت دعا میکنم، به این فرم دعا میکنم، به این سمت خاص دعا میکنم که خدا منو ببخشه، که خدا منو دوست داشته باشه، که خدا منو قبول بکنه. تو چرا جیلبرت، تو چرا پرستش میکنی، تو چرا عبادت میکنی؟ گفتم ببین، تو این کارا رو میکنی که خدا تو رو دوست داشته باشه، که تو رو ببخشه. هنوز آخرش هم مطمئن نیستی که این اتفاق میفته یا نه، ولی من چون خدا منو بخشیده، چون منو دوست داره، بر حسب فیضش نتیجه این میشه پرستش من. پس تسلیم بودن ما فقط یک نتیجه هست، چون که صلیب تو گشت نجات من، پس باقی عمرم از آن توست خداوند. این رو بیاید اعلام بکنیم و به خداوند بگیم. بر خود گرفتی عیسی هر گناه و شرمم را، تنها محض فیضت گشتی مطرود و تنها، ای خالق ارض و سما، تنها محض فیضت و عشق عظیمت. صلیب تو گشت نجات من، خون پاکت شست جرم و عصیان من، باقی عمرم از آن توست چون که حیاتم از فیض و رحمت توست. بله خدا، تو رو شکر میکنیم. گشتی فدیه عیسی بحر نجات دنیا، تنها محض فیضت گشودی راه آسمان بر روی ما گمراهان، تنها محض فیضت و عشق عظیمت. هللویا. صلیب تو گشت نجات من، خون پاکت شست جرم و عصیان من، باقی عمرم از آن توست چون که حیاتم از فیض و رحمت توست. هللویا. ای خداوند، واقعا تو رو شکر میکنیم. تو ما رو نجات دادی، از لعنت گناه ما رو نجات دادی، از قدرت گناه ما رو هر روز نجات میدی، و یک روز در آسمان از حضور گناه آزادی خواهیم یافت و نجات ما کامل میشه. تو رو شکر میکنیم ای خداوند. جلال بیاب در نام عیسی مسیح. دوستان عزیز، کولوسیان باب 1:12-13 و 14 رو میخونم. میگه پدر را شکر گویید که شما را شایسته سهیم شدن در میراث مقدسین در قلمرو نور گردانیده است، زیرا ما را از قدرت تاریکی رهانیده
و به پادشاهی پسر عزیزش منتقل ساخته که در او از رهایی یعنی از آمرزش گناهان برخورداریم. شکر میگه ما رو از قدرت تاریکی رهانیده و به پادشاهی آورده و ما الان فرزندان شاه شاهان رب الارباب خداوند قادر هستیم. هللویا. صلیب تو، صلیب تو گشت نجات من، خون پاکت شست جرم و عصیان من، باقی عمرم از آن توست، چون که حیاتم از فیض و رحمت توست. صلیب تو گشت نجات من، خون پاکت شست جرم و عصیان من، باقی عمرم از آن توست، چون که حیاتم از فیض و رحمت توست. فیض تو کافیست بهر من عیسی، آن فیض عظیم عشق بی انتها. فیض تو کافیست بهر من عیسی، آن فیض عظیم عشق بی انتها. فیض تو کافیست بهر من عیسی، آن فیض عظیم عشق بی انتها. فیض تو کافیست بهر من عیسی، آن فیض عظیم عشق بی انتها. هللویا. صلیب تو گشت نجات من، خون پاکت شست جرم و عصیان من، باقی عمرم از آن توست، چون که حیاتم از فیض و رحمت توست. هللویا. می پرستیمت ای خداوند، چه زیبایی چه عظیمی، ای منجی ای پادشاه ای خداوند، خدایی که ما را رها ساخت از قدرت گناه، از تاریکی رها ساخت، با ما امروز فرزندان پادشاه هست. ای خداوند تو را شکر میکنیم. هللویا. صلیب تو گشت نجات من، خون پاکت شست جرم و عصیان من، باقی عمرم از آن توست، چون که حیاتم از فیض و رحمت توست. هللویا. شکر. حیاتی که داریم، حیات جاودان، از فیض و از رحمت خداوند است. خدا شما رو برکت بده، در این فیض بمانید و این رحمت شامل حال همه ما هم هست. در خداوند باشید. خداحافظ. خب سرود پرستشی رو با برادر جیبا تازه شنیدیم. امیدوارم که فیض برده باشین از سرود پرستشی. من که خیلی فیض بردم. آمین. واقعا برکت گرفتم از سرودهای بسیار زیبای برادر جیبا، مثل همیشه عالی بود. بریم در خصوص موضوع برنامه بیشتر صحبت کنیم. آیا میشه گفت یه جنبندهی داشته باشیم، چون به آخرهای برنامه داریم میرسیم؟ آره، جامعه هم که چی بگم. در جامعه نیز مردم حکم فرزندان برای حکومت ها رو دارن و این مسئولیت به اونا داده شده که مثل مردم، مثل بچه های خودشون نگاه کنن. دقیقا این سوال پیش میاد، حالا آیا میشه از فرزندم سوء استفاده کنم و منافع شخصی خودم رو دنبال کنم؟ یا گرچه حالا این اتفاقا ها میشه گفت در این اتفاقا در برخی خانواده ها افتاده و
از فرزندانشون در راه رسیدن به منافع پدر مادرشون استفاده شه. یعنی یه سری انتظاراتی که خودشون دوست داشتن انجام بدن رو انجام بدن. حالا شاید بعضی از انتظارات خوب باشن در جهت پیشرفت فرزند، شاید بعضی هم مثلما شاید به این صورت نباشه. دقیقاً. ولی قطعاً اون پدر و مادر از لحاظ روحی روانی بیمار بودن و یا اعتیاد داشتن که نمونه های اونا در بیشتر فرهنگ ها دیدیم و شنیدیم و نمیشه این مواد رو انکار کرد. ولی توقعی که از یک والدین و حکومت سالم میره این هستش که بستری رو فراهم کنه که فرزندان بتونن رشد کنن، خودشونو نشون بدن، ثمر بیارن و در آرامش و سلامتی به خواسته هاشون برسن. دقیقاً. به فرزندان تا یک سن به خصوصی آموزش داده میشه و بعد اون فرزندان میبایست روی پاهای خودشون از طریق اون آموزش هایی که از طریق والدینشون دریافت کردن زندگیشون ادامه بدن. یعنی دیگه نباید همش تکیه کنن به آموزش هایی که وابسته باشن، اصلا کار مستقل باشن، بیان چیکار کنیم چیکار نکنیم، دیگه باید خوب برن مشورت گرفتن. مشورت خوبه ولی دیگه باید خودشون هم سعی کنن که مستقل باشن. دقیقاً. ولی این میشه گفت این در مشورت همیشه در مشورت با همیشه باز باشه برای فرزندان که بتونن بیان و مشورت بگیرن و مثلا فرزندان باید در سختی ها و گرفتاری ها بتونن از والدین خودشون همفکری بگیرن و بتونن به مشکلاتشون چیره بشن. دقیقاً. مثلا حالا با حد و نگه دارن اون مرز رو، مرز باریکی رو بین وابستگی و مستقل شدن و دقیقاً. مشورت اصلا کلا چیز خوبیه. فرق حالا پدر و مادر درست به جای خود، ولی شما هر کسی رو که از نظر فکری و افکاری میبینی که مثلا میتونی باهاش مشورت کنی و ازش راهنمایی بگیری، خوبه که این کار انجام بدی. خیلی هم. همونطور که خدا بشریت رو به عنوان فرزندان خودش آموزش و تربیت میده، در جایی تنبیه هم میشیم، در جایی در سختی قرار میگیریم که به اون حد اعلای وجودی خودمون برسیم. یعنی خدا باعث میشه که یه جاهایی ما رو توی سختی های قرار میده که ما بتونیم خودمون رو پیدا کنیم. دقیقاً. کار والدین ما هم بر روی زمین همین هستش. پس اگه ما بخوایم درست اقدام کنیم، روش ما میبایست مثل پدر آسمانیمون باشه در مقابل فرزندانمون. پدر چقدر ما رو دوست داره و چه کاری برای ما انجام داده و آیا ما هم حاضریم برای فرزندانمون چنین کارهایی انجام بدیم که خدا برای ما انجام داده؟ صد درصد. مثل کاری رو که خدای میشه گفت خدای زنده در زندگی خواهر سوسن عزیز که الان می‌خوایم شهادت ایمانیش رو با هم ببینیم انجام داده، کار عظیم خداوند در زندگیش رو می‌بینیم. با هم شهادت ایمانی این خواهر عزیز رو با هم می‌شنویم و بعد برمیگردیم با شما همراه خواهیم بود. انارای راستی عیسی مسیحه، تنها کسی که می‌تونه تو تاریک‌ترین نقطه‌ها حمایتت بکنه. چرا؟ چون من از خدای واقعی نخواسته بودم. من در مشهد به دنیا اومدم. خانواده مادرم خب خیلی مذهبی بودن، خانواده پدرم یه مقداری ملایم‌تر بودن، اما در کل زیاد تو مشهد زندگی نکردیم و بیشتر تو تهران بزرگ شدم. و در زمانی که خب پدر و مادرم زنده بودن، رابطه که با پدر و مادرم داشتم هیچ رابطه‌ای نبود که بتونم بگم حالا مثلا به طور خاص من از نظر مذهبی خیلی تحت تاثیر خانواده بودم. نه، نرمال زندگی نرمالی داشتیم. راستش اصلا من فکر نمی‌کردم، اصلا باورم نمی‌شد که میتونه توی ایران یه مسلمون اصلا مسیحی بشه. چیزی که خیلی بر من جالب بود این بود که من بدون اینکه اصلا کسی رو به عنوان عیسی مسیح بشناسم به شکلی که مسیحی‌ها میشناسن، نه به اون شکلی که قرآن گفته، اصلا بدون اینکه راجع به این مسائل من اطلاعات داشتم، خیلی دوست داشتم صلیب و خیلی دوست داشتم مثلا چون مراسم ما بدون اینکه اصلا مناسبتی داشته باشه، مثلا بعد تولد بچه‌ام درخت کاج می‌ذاشتم. این سمبولای مسیحیت رو خیلی دوست داشتم، فکر می‌کردم که درخت کاج یه سمبول مسیحیته، مثلا یا صلیب تو گردنم می‌انداختم، بعد در همین حد می‌دونستم. اما هیچ وقت این مسیحی‌ها رو نه، حتی آرزو داشتم با یه ارمنی یه وقتی دوست بشم، ولی همیشه اونها توی قالبی بودن که زیاد نمی‌شد بهشون نزدیک شد و نداشتم کسی رو هم که بتونم ارتباط داشته باشم. اما خدا رو شکر میکنم خداوند خودش منو ملاقات کرد. من خوابی که دیدم خیلی جالب بود که توی بیابانی بودم که خیلی گرم بود، خیلی آتش داشتم، نمیدونستم اصلا توی بیابان دارم چی کار میکنم، داشتم
دنبال یه سایه میگشتم، پای برهنه نگاه میکردم زمین ترک خورده بود از خشکی، و بعد تو اون زمان دنبال یه جایی میگشتم که حداقل برم زیر سایه یه چیزی، و اونجا توی یک تپه احساس کردم یه بفره‌ای هست مثل قار. وقتی وارد شدم اونجا دیدم که صحنه یه جوریه که انگار کسی اینجا زندگی میکنه، یا مثل آرامگاه متروکی که یه جایی هستش. و بعد اونجا همونطور که داشتم نگاه میکردم چراغدانی رو روی اون یه تاخچه اونجا بود، چراغدانی دیدم، همه جا فضا سنگی بود، احساس کردم خدای اینجا کجاست. و بعد اونجا مسیح رو دیدم که یک لیوان آب دستشه، و من که نمیستم اولش مسیحه، ولی حس میکردم یه آشنایی باش دارم که نمیدونم کیه، و لباس خاصی داشت تنش، یک ردای آبی که دور گردن دور این تنش پیچونده بود، و اومد سمت من و یک لیوان آبی رو دستش گرفته بود و اومد. من خیلی مشتاق بودم که این آب رو بخورم چون خیلی تشنه بودم، و بهش گفتم که لیوان آب یه خورده خالی بود سرش، گفتم خیلی تشنمه چرا سر لیوان خالیه، و دیدم که به من گفتش که بخور دخترم، سیر خواهی شد و دیگر تشنه نخواهی شد. و وقتی که من اینو شنیدم، یعنی من اینو بخورم دیگه تشنه نمیشم، گفت دیگه تشنه نخواهی شد. و من اون زمان وقتی که آب رو گرفتم خوردم، بدون اینکه دیگه اصلا فراموش کردم که این لبه لیوان خالی بوده، و من احساس تشنگی خیلی زیادی داشتم، با خوردن این لیوان آب من احساس کردم چقدر تشنگی من برطرف شد، و اصلا اون خواب دلیل شد که من خیلی جدیتر به موضوع مسیحیت فکر کنم. مدت ها طول کشید تا بالاخره بعد از اینکه حالا روی شبکه ها بودم، خیلی کم بودن اونا، آره در هفته دو ساعت بود، زیاد چیز نداشتم، نمیدونستم همونقدر که مثلا فکر میکردم که میتونم بفهمم سعی میکردم از یه جاهایی بگیم. و بعد از تقریبا چند سال بالاخره 3 سال من قلبم رو به مسیح دادم. این کل جریان ایمان ما بود، و متاسفانه ندیدم یک نفر در ایران ندیدم که یه خط راجع به ایمان با من صحبت کنه، ولی خود خدا با من کار داشت. بعد از اون خیلی عاشقانه برای خدمت خدا، نمیدونستیم چطوری داریم چی کار میکنیم، ولی میتونم بگم که مال نه اینکه صرفا دارم با یه شبکه صحبت میکنم، شبکه تلویزیونی، ولی میتونم بگم که به جرئت میتونم بگم تمام کاری که من داشتم میکردم، که از این طرف درست مثل یه کانال شده بودم، از این طرف میگرفتم از شبکه ها مینوشتم، اصلا وحشت نود یک اشتیاقی داشتم، هی میخواستم بشنوم، خواستم بشنوم. و خیلی از این شبکه ها به خصوص من میتونم بگم شبکه 7/7 و تعلیماتی که همیشه روزا سر ظهر میذاشت، یادم سر ظهر برنامه های مختلف به تعلیمی داشتش، و من اشتیاق داشتم زود کارمون بکنم، اینا رو گوش کنم، مینوشتم، هرچی میگرفتم میرفتم برای بشارت دادم، میرفتم تو مثلا مطب دکترا میشستم سی دی پر میکردم، بعد فرکانس ها رو مینوشتم توی یک برگه میذاشتم تو سی دی فیلم مسیح رو پر میکردم، بعد اینا رو با یک ترفندی خلاصه میشستم این داختم این پایین رو. یک برنامه داره به کره شمالی من دیدم توی همین شبکه های مسیح، یادم نیست کدوم شبکه بود، میگفت که از کره جنوبی بادکایی رو روش می نویسن عیسی مسیح، و یه چیزای بزرگ می زن، بعد اینا رو می زنن توی آسمون که دیده بشه. آه خدا بچه ما این کار نکنیم. و بعد از همین جهت ایده های دیگه می گرفتم، تمام اون چیزایی که یاد می گرفتم و می نوشتم، پرینت می کردم، لوله می کردم، می زاشتم توی بادکنک، بعد بادکنک و یک عالمه توی عقب صندلی عقب ماشین میذاشیم ساعت 3 نصف شب، اینا رو باد میکردیم و کاغذ ها رو میداختم و تو بادکنک میشه خبر خوش میداختیم تو خونه. مثلا چیزی که تو قلبم بود، مثلا بچه ها اینا رو میبینن، بعد میگن یه چیزی توشه میبرم پیش پدر مادر ها، این بادکنک دیگه هیچ بچه ازش نمیزن. خلاصه از این کارا زیاد میکردیم. خدا من عجیب قلبی داده به ما برای ایران. ببینید یه چیزی که هست توی ایران، خیلی زنجیرها باید ریخته بشه، خیلی زنجیرها باید پاره بشه تا کسی قلبش رو واقعا بده. یعنی به دلیل خاصی طرف نمیاد،
توی کلیسای خانگی. خیلی باید قلبش دیگه آماده شده باشه. خب خیلی سخت این اتفاق میفته کسی بیاد تو کلیسای خانگی و واقعا قلب ها به شکل عجیبی توی ایران به واسطه خود روح القدس و عیسی مسیح تبدیل میشه. واقعا خدا شکر که احتیاجی به در و دیوار نداره. خدای ما از قلب ها میاد، از خواب ها میاد، خودش میاد ملاقات میکنه. و قلب هایی که تو ایران هستن واقعا خیلی خالصانه و خیلی کودکانه میتونم بگم ایمان میارن. و واقعا من از تمام عزیزانی که خدماتی رو در ایران دارن خصوصا شبکه ها هم تشکر میکنم و هم خواهشی که دارم اینه که مراقب باشیم که گرگانی لابلای لباس های گوسفندا قاطی نشن. چیزی که همیشه در دعا دارم میگم خداوند میدونم تو بیکار نیستی در ایران، میدونم که دست تو باید عمل کنه و داره عمل میکنه. هیچ چیزی نمیتونست مردم ایران رو بجز جفا و فشاری که الان هست با تو آشنا بکنه. شاید اگر در خوشی و آرامش و همه چی در راحتی باشه ماها کمتر میتونیم راجع به اون حقیقت خدا بشناسیم، ولی جفاها و فشارهایی که از جهت دروغهایی که مردم تا حالا شنیدن داره بهشون میاد، خود به خود مردم به جهت شنیدن حقیقت مشتاق میشن. و ایمان دارم خداوند داره کار میکنه. فقط از خدا میخوام خداوند سرعت بده. مردم خیلی درگیرن، مردم خیلی نیازمندن، مردم خیلی گرفتار جهالت ها و خرافات شدن متاسفانه، و واقعا فقط خدا باید کار کنه. و من میگم خداوند رو پدران ما دانسته یا ندانسته با اون قدرت انسانشون خواستن یه حکومتی رو عوض کنن، و ما دیدیم وقتی انسان عمل میکنه نتیجه چی میشه. وقتی انسان میخواد یه چیزی رو تغییر بده این میشه مرگ بر این مرگ بر اون. اصلا با این موافق نیستم. من میگم خداوند بدون مرگ بر این و مرگ بر اون، با تو که امید زنده هستی یک جان تازه به ایران بده و نجات بده ایران رو. اول از قلب ها واقعا خدا باید عمل کنه و میبینم خدا خیلی قشنگ داره عمل میکنه. تا قلب ها تبدیل نشن حکومت تبدیل بشه هیچ فایده ای نداره، باز دوباره خراب کاری میشه. بله، شرایط ایمانی خواهر سوسن عزیز رو با هم شنیدیم. واقعا خدا روشو برای وجودشون، من که به شخص برکت گرفتم و واقعا باعث بنای خود من بوده و دوست داشتم که با تمام دل بشتم از بشارتش، از خدمتش، از صحبتاش. که واقعا خدا روشو برای وجودتون و آمین برای خدمتش که داریم. لطفی که خدا در زندگی همون برای ما انجام میده، برکت هایی که تو این زندگی به ما میده، کارهایی که میکنیم، کارهایی که خدا برای ما میکنه، واقعا خیلی لذت بخشه. کاملا همین. خب رضا جان، همین جان در مورد خصوص برنامه بیشتر صحبت کنیم دیگه، عادت کردم بگم رضا جان ببخشید. حتی خواهم اسمتون هم هماوا از اینجور رضا حمید. خصوص موضوع برنامه یه نچگیر کوتاه داشته باشیم، چون که به آخر برنامه رسیدیم و بعد بتونیم به آیتم های بعدی برنامه برسیم و اینکه پیام های شما عزیزان رو تا اونجا که میشه وقت باشه بتونیم بخونیم. نکته مهم اینه که از خدا بخوایم حکمت بهمون بده. این خیلی مهمه. کتاب مقدس راهکارهای زیادی رو در خود داره که میشه اونا در زندگی هامون در حال حاضر پیاده کرد و موفق شد. دقیقا مثل راهکارهای خیلی عالی که کشیش آلبرت عزیز هم با ما در طول برنامه در میان گذاشتن. همینجا که قانون همون اونچه که بکاریم و اونچه که درو کنیم دقیقا هستش. دقیقا. امروز میشه گفت واقعا میشه به وضوح در مورد این خصوص صحبت کنیم که شامل همه ما میشه. اگه برای فرزندان درست کاشتیم اونا هم قطعا درست درو خواهد کرد و این چرخه ادامه خواهد داشت و به همین شکل ادامه پیدا می‌کنه. همین شکلیه. ولی همیشه یه آیتم به تنهایی جوابگو نیست. در بعضی موارد محیط و اجتماع تاثیر فراتری بر فرزندان می‌ذارن و اون اصل تربیتی که ممکنه والدین برای فرزندان به کار گرفتن مغلوب عوامل بیرونی بشه.
دقیقاً درست گفتید. نیرون میتونه تاثیر بیشتری رو نسبت به پدر و مادر روی فرزند بذاره. کاملاً درسته. مثل فرزند گم شده، داستان فرزند گم شده در کتاب مقدس که قطعاً توسط والدینش آموزش‌های مناسبی رو دیده بود، ولی خب عوامل بیرونی میشه گفت بر اون اثر کرد و مدتی در اون حالا سیستم و چرخه جلو رفت تا جایی که متوجه اشتباهی شد و تونست به اصل خودش و به اون راه درست خودش برگرده. دقیقاً. یاد شعر سعدی افتادم که میگفت پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبافتش گم شد، سگ اصحاب کهف روزی چند پی نیکان گرفت و مردم شد. هر کدوم از ما ممکنه از مسیر واقعیت خارج بشیم، ولی دوباره میتونیم خودمون رو احیا کنیم و وارد اون مسیر بشیم. دقیقا که این کار فقط با یاری و توکل به خدا میشه که به مسیر درست برگردیم. پس اگر من والدینی بودم که خوب عمل نکردم، یا اگر فرزندی هستم که خوب نکاشتم، الان موقعشه که مسیر رو تغییر بدم. دقیقا انسان میتونه تغییر کنه و ببخشه. این قدرت از انسان نیست، بلکه قدرتی است که پشت ماورای ذهن ماست و اونی که ما رو میتونه تغییر بده. به نظر من اون پشت ذهن ما خداست. آمین. پس اگر پدر مادر هستیم، اگر فرزندیم و عملکردهای اشتباه و آموزش‌های اشتباه دادیم، الان موقع اعترافه. میتونیم به همین سادگی حتی تلفن رو برداریم یا حتی پیامی رو تایپ کنیم و از والدینمون یا فرزندمون بخشش رو طلب کنیم و ازشون بخوایم که دعای خیرشون با ما همراه باشه. دقیقاً. اگر مسئول حکومتی هستیم و جامعه برای ما حکم فرزندانمون رو داره، میتونیم از اونها معذرت خواهی کنیم، بابت عمل کردمون از اونا بخشش به طلبیم و این اولین قدم برای تغییر و رفتن به سمت بهتر شدن. کاملا. اگر که این اتفاق بیفته که واقعا کسی نمیتونه این کار انجام بده، حتی کار خیلی سختی است، ممکنه پدر مادر نتونن مثلا معذرت خواهی کنن یا بچه، اینا همش از غرور و تشکیلات، ولی به نظر من که خوبه که این کار انجام بدیم که واقعا طلب بخشش کنیم از کاری که اگر که اشتباهی کردیم تو زندگیمون، چه پدر مادر در حق فرزند، چه فرزند در حق پدر. آمین. آمین که همینطور هست و خواهد. خب دوستان عزیز، فکر می‌کنم بریم با بخش بعدی برنامه که بخش جالبی هستش، بخش سینما. خیلی از دوستان هم منتظر شدن این بخش باشن که ببینن فیلمی که امروز می‌خوام در موردش صحبت کنیم، فیلم خدا نمرده است که بریم توضیحاتش رو. به نظر شما خدا مرده همین جان؟ نه، مگه میشه؟ به نظر من خدا همیشه و هر لحظه تو زندگی ما هست، داره. آمین. کار میکنه و ما رو هیچ وقت تنها نمیذاره. آمین. نظر شما چیه؟ من هم با شما موافقم، خدا زنده است، همیشه با ماست و همونطوری که تو کتاب مقدس میگه پشت در قلب ما رو همیشه میکوبه و منتظره که وارد بشه به تمامی مردم ایران و تمامی مردم جهان. البته بله، و این هست خدای محبت. دقیقا. از این با هم بخش بعدی برنامه که سینما هست رو ببینیم، بعد برمیگردیم با شما همراه خواهیم. با سلام به بخش معرفی فیلم های مسیح خوش آمدید. فیلمی که امروز برایتان در نظر گرفته ایم فیلم خدا نمرده است می باشد. داستان فیلم از جای آغاز می گردد که جاش ویتون، دانشجوی دانشگاه مسیحی انجیلی، در یک کلاس فلسفه که توسط پروفسور جفری رادیسون تدریس می شود، ثبت نام می کند. رادیسون از دانشجویانش می خواهد اعلامیه‌ای را امضا کنند که خدا مرده است تا تصویب شود. جاش تنها دانشجویی است که امتنا می کند. رادیسون از جاش می خواهد تا موضوع را با او مناظره کند و موافقت می کند که سایر دانشجویانش در مورد برنده تصمیم بگیرند. در دو بحث اول، رادیسون برای تمام نکات جاش استدلال های ضد نقیضی دارد. قصد جاش برای رفتن به مدرسه حقوق بستگی دارد که در این کلاس شکست نخورد. دوست دختر جاش کارا می‌خواهد جاش یا بیانیه را امضا کند یا کلاس رادیسون را رها کند، زیرا ایستادن در مقابل رادیسون آینده تحصیلی آنها را به خطر می‌اندازد. جاش به دلایل اعتقادات مسیحی خود امتنا می‌ورزد. وقتی جاش امتنا می کند، کارا از او جدا می شود. جاش بحث خدا متوقف می کند تا از رادیسون بپرسد چرا از خداوند متنفر هستی؟
رادیسون با عصبانیت منفجر می شود و تاکید می کند که از خدا برای مرگ مادرش متنفر است. جاش از رادیسون می پرسد چگونه می تواند از شخصی که وجود ندارد متنفر باشد. مارتین یک دانش آموز چینی که پدرش او را از گفتگو در مورد خدا منع می کند بلند می شود و می گوید خدا نمرده است. بیشتر کلاس از مارتین پیروی می کند و رادیسون با شکست اتاق را ترک می کند. رادیسون با مینا قرار ملاقات می گذارد و به خاطر اینکه او انجیل داشته با او قطع رابطه می کند. برادرش مارک تاجر موفقی است اما از ملاقات مادرشان که از زوال عقل رنج می برد خودداری می کند. دوست دختر مارک امی یک وبلاگ نویس چپگرا است و مقالاتی انتقادی می نویسد. وقتی امی متوجه می شود سرطان دارد، مارک او را کنار می گذارد. در این حال یک دانش آموز مسلمان که عایشه نام دارد، مخفیانه به مسیحیت روی می آورد و هنگامی که پدر عایشه متوجه ایمان او می شود، خشمگین و از او بیزار می شود. رادیسون نامه ای از مادر مرحوم خود را می خواند و تصمیم می‌گیرد با مینا آشتی کند. در حین یافتن مینا، یک ماشین با رادیسون برخورد کرده و او به شدت مجروح می‌شود. یک کشیش هنگام مرگ به او کمک می‌کند. مارک سرانجام مادرش را ملاقات می‌کند. او اعتراف می‌کند که موفقیت مالی او توسط شیطان به او داده شده است تا او به خدا روی نیاورد. Hey, I'm Willie Robertson, speaking on behalf of the Robertson family. Me and the gang wanted to let you know, we've heard in the news that there's been a bit of a squabble down there on campus. One of your professors insisted that God is dead. Well, I'm happy to announce that the reports of God's death were greatly exaggerated. در کنسرت نیوز بویز یک ویدیو کلیپ از ویلی رابرتسون نشان می‌دهد که جاش به خاطر ایستادن در برابر رادیسون را تبریک می‌گوید و مخاطبان را تشویق می‌کند که خدا نمرده است را به عنوان پیام برای دیگران ارسال کند. نیوز بویز شروع به پخش آهنگ خود خدا نمرده است کرد و آن را به جاش تقدیم کرد. اگر مایل به دیدن فیلم ها می باشید، عضو کانال تلگرام سیگنال شوید و از دیدن فیلم ها لذت ببرید. تا برنامه دیگر در دستان خداوند قدوس باشید. خب بینندگان عزیز، برنامه سینما رو با هم دیدیم. فیلمی به اسم خدا نمرده است. این فیلمو من دیدم، پیشنهاد میکنم حتما ببینید. فیلم بسیار زیباییه. داستان یه پسر دانشجوه که توی کلاس میاد و از طریق خدا میاد مثلا وارد کلاس میشه و دوستانش خدا رو معرفی کنه، ولی استادش مشکلاتی واسش پیش میاد. آره، استادش اصلا خدا رو قبول نداره و به خاطر این موضوع این پسر رو اصلا از کلاس اخراج میکنه، از درس میندازه و داستانهای خودش رو داره که خیلی زیباست که آخرش هم همون اون رو استاد آره که میدونیم میگه، یعنی به وجود خدا اعتراف میکنه، همون استادی امید. که اولش هست. پیشنهاد میکنم که هم شما و هم بینندگان عزیز حتما این فیلم رو تماشا کنید. دقیقا بعد از برنامه هم در کانال تلگرام ما قرار داده میشه، شما میتونید دانلود کنید و ببینید فیلم. و هم همینجون بریم با بریم سراغ پیام های دوستان رو بخونیم. خب معصومه عزیز گفتن که شکر برای وجود شما و جلال بر نام خداوندمان عیسی مسیح. سپاس از معصومه عزیز. و بیننده دیگه گفتن که برکت خداوند بر شما کشیش جلیل سپهر که واقعا اصل پرام رو گفتین و باعث بنا هستین. سپاس از شما.
خوشحالیم که مورد توجهتون قرار گرفت. دوست دیگه هم ارسال کردن که سلام، برکت خدا با شما، و همچنین دوست دیگه ای گفتن که سپاس از برنامه پر برکتتون. خیلی خوشحالیم که برنامه رو دوست داشتین و ممنون که بیننده برنامه ما هستین. دوست دیگه گفتن که ممنون از برنامه قشنگتون، خدا بهتون برکت بده، و همینطور گفتن سپاسگزاریم که کلام خداوند رو با نیاز ما در زندگی روزانه تعلیم میدهید تا در خداوند و زندگی با او رشد کنیم. آمین. آمین. سوری جان ارسال کردن که سپاس از وجود شما عزیزان، در پناه خدا باشین. سپاس از پیام شما، و همچنین ارسال کردن که ممنون میشم اگر معرفی فیلم سینمایی رو داشته باشین. برکت خداوند با شما. این فکر می‌کنم قبل از معرفی فیلم سینمایی بوده و امیدوارم که دیده باشین فیلمی که هفته معرفی کردیم و دوست داشته باشین. دقیقاً. امیر عزیز گفتن که درود خداوند و من به تک تک شما عزیزان مهربان، خدا رو شکر برای وجودتون. سپاس از امیر عزیز برای پیام قشنگشون. و دوست دیگه گفتن که من یاد گرفتم هرچند اشتباه هم کردم، ولی در کلام خداوند که با بچه ها دوست باشم و هرگز سرزنش و محکوم نکنم، بلکه دوست باشم، چون از این طریق میفهمم برای چیزی دعا کنم. ممنون بابت پیام زیباتون و پر از محبتتون که معلومه با بچه هاتون هم به همین صورت هست. و امیر عزیز دوباره پیام فرستادن، خدا رو شکر برای اینکه به فیض خداوند قدوس من هم خط ریلم رو درست عوض کردم و قطار زندگیم با محبت خداوند متعال راه رو درست رو داره طی میکنه. اما این راه سختی های خودش رو هم داره که از خداوند قدوس برای یاری مسح تازه و قوت تازه بطلبید. آمین آمین. خدای شکر هزار بار برای وجود شما دوست عزیز امیر که راه زندگیت رو به سمت خدا عوض کردی. آمین. خب همینجون بریم با بخش آخر برنامه که سیگنال نیوز هست، اون رو هم با هم ببینیم، بعد برمیگردیم در ادامه پیام های شما عزیزان رو با هم میخونیم. با ما همراه باشیم. آمین. سلام، مارتا هستم با چند خبر. از 12 مارس سال 2009 روز جهانی مبارزه با سانسور در اینترنت نام گرفته است. بسیاری از کشورهایی که آزادی و حقوق بشر در آنها به حداقل ممکن رسیده است، در این امر پیشتاز هستند. کشورهایی مثل کره شمالی، کوبا، ترکمنستان و ایران. همچنین هیچ کشور عضو اتحادیه اروپا نیز دارای اینترنت کاملا آزاد نیستند. از کشورهایی که در آن دسترسی کامل و آزاد به اینترنت بدون سانسور وجود دارد میتوان به مغولستان، آنگولا، کنگو، کاستاریکا، مکزیک و بوسنی اشاره کرد. اولین جمعه ماه مارس روز جهانی دعا برای زنان مسیحی میباشد. به این مناسبت این روز سازمان‌ها و انجمن‌های متعدد مسیحی مردم را به دعا و نیایش و کمک فراخوانده‌اند. روز نیایش زنان بزرگترین جنبش زنان در مسیحیت است. مراسم دعای امسال با شعار تفکر بر زندگی زنان می‌باشد. شمار زیادی از سازمان‌های مسیحی به همین مناسبت فراخوان‌هایی را منتشر کرده و گفتند در جریان پاندمی وضعیت وخیم بسیاری از زنان و کودکان را فراموش نکنید. تا هفته بعد، خدا نگهدار. بله، این بخش رو هم با هم دیدیم. بریم سریع بقیه پیام ها رو هم بخونیم که بتونیم به همشون برسیم. خب مریم عزیز هم ارسال کردن که درود بر همگی، برنامه بسیار جذاب و آموزنده، خدا برکت بده به تهیه کنندگان این برنامه، و سپاس و تشکر از کشیش آلبرت عزیز که چقدر زیبا محبت رو در کلام خدا برای تربیت فرزندانمون بیان کردن. من خیلی برکت گرفتم، امیدوارم زوجهای جوان حتما به این درس ها توجه کنن. با سپاس فراوان. خیلی خیلی خوشحالیم که برنامه متوجهتون قرار گرفت. بله، خدای زنده برای ما پیام فرستادن، درود خداوند بر شما عزیزان، و همچنین تناز عزیز فرستادن،
درود خداوند بر شما، خدا رو شکر برای وجودتون، فیض و برکت خداوند با شما باد. سپاس از طناز عزیز. همچنین طناز ارسال کردن که لطفاً برای آرامش و شفای جسم و روح و روانم در دعا باشید و در ایمانم قوی و استوار بمانم و برای دختران و همسرم در دعا باشید که خداوند اونها رو شفا داده و از اسارت به این دنیا آزاد و رها کنه و نجات رو دریافت کنن. آمین. حتماً براتون در دعا خواهیم بود طناز عزیز. بله، سپاس از شما احمد رضا عزیز فرستادن. درود میگم، برنامه سیگنال خسته نباشید، خدا بهتون برکت بده. از برنامه‌تون بسیار تشکر می‌کنم، فوق‌العاده زیباست. من هیچ شما رو فراموش نمی‌کنم، بهترین‌ها رو براتون آرزو دارم. سپاس از احمد عزیز. بله، ممنون از بقیه پیام‌ها رو نتونستیم بخونیم. ممنون که بیننده ما بودین. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. سپاسگزاریم از شما بینندگان عزیز.